خب دوستان گرامی، حالا درباره موشک پرانی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان، به منطقه ای در سوریه و پاکستان صحبت میکنیم و همینطور حملات تلافی جویانه پاکستان به بلوچستان ایران. به طور جداگانه هر کدوم از این موارد رو در نظر میگیریم و گفتگو میکنیم. اکنون همراه هستیم با احمد اسکندری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه به خصوص کردستان. درود بر شما آقای اسکندری. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان، و واقعا خسته نباشین برای برنامه خوبتون. متشکرم آقای اسکندری. حالا ما بعدن هم قرار است با آقای هوشنگ حسین بور گفتگو بکنیم، بیشتر تمرکزمون اونجا روی کردستان، روی بلوچستان خواهد بود. منتها به طور کلی شما اینو چگونه توضیح میدید؟ انگیزه حملات جمهوری اسلامی، حملات موشکی به اقلیم کردستان، اونجوری که خب ادعا کردن که مقر اصلی موساد زده، این انگیزه چه بوده؟ ببینیم، به نظر من تحولاتی که بعد از هفته اکتبر در منطقه پیش اومده و جنگ غزه کلا جمهوری اسلامی رو به این سمت کشیده که انگار داره دنیا یه نوع تقسیم قدرت میشه و میخواد سهم بیشتری بگیره و موقعیت خودش رو به عنوان یه نیروی عمده منطقه‌ای تحمیل بکنه. بنابراین یه امتحان میکنه، یه جاهایی رو امتحان میکنه. با توجه به فضایی که در عراق بوده و اتفاقاتی که افتاده، میخواست یه حملهی به کردستان. خب این حملهی که میکنه باید یه توجیهی هم داشته باشه. اتفاقات جنایت کرمان پیش اومده بود و ترور مسئولان سپاه پاسداران پیش اومده بود و هی گفته بودن انتقام سخت، انتقام سخت، و انتقامی هم نگرفته بودن. بنابراین راه چاره این بود سال 2022 به خونه یکی از سرمایه‌دارای کردستان به اسم شیخ باز حمله کردن. اون دفعه هیچ کی تو خونه نبود، ولی توجه به این که یه نفر رو که همین هول و هوش حمله موشکی، یه نفر رو پیدا کردن تو گورستان نزدیک این محله انفجار که دو تا موبایل با خودش داشته، فارسی صحبت می‌کرده و اهالی محلم نمیشناختنش، به نظر میرسه خیلی هم اون پیشرفتگی که در تکنیک و اینا دارن میخوان نشون بدن اینجوری هم نبوده. چرا این کاری میکنه؟ برای اینکه احساس میکنه حلقه از کردستان و جواب هم نمیده مثل پاکستان، و قدرت نمایی هم میکنه در قبال عراق و کشورهای دیگه، و در ضمن به غزه و به حزب الله اینا میگه که به حوثی ها که منم اینجا مشغولم و دارم یه کارایی میکنم. اون خونه ای که هدف قرار دادن خونه یه سرمایه‌داریه که از سال 91 تا 2003 مقیم سوئد بوده، سرمایه‌دار خیلی موفق بوده، دو شرکت بزرگ داشته، یه مهمون هم داشته اتفاقا که اونم یه سرمایه‌دار عراقی بوده، عرب، که متولد لندن بوده و سال فکر میکنم یه 7-8 سالی بوده که توی بغداد اونم سرمایه گذاری داشته. و بهانه این بوده که اینا نمیدونم مرکز چیز صهیونیسم هست و موساد هست، و روز بعدش از مقامات بالای عراقی که اتفاقا شیعه هم بینشون بوده رفت بازدید کردن و متوجه شدن که نه خیر، هیچ همچی خبری نیست. منتها درست به همون دلیلی که کشتی ها رو در باب المندب میزنن یا دوروبر باب المندب، به همین دلیل هم میشه به هر سرمایه در خاورمیانه در کشورهای مختلف حمله کرد و بگن که شما با اسرائیل رابطه دارین. حالا جالب اینه که ترکیه‌ای که این همه فریادش بلنده از فلسطینی ها میکنه علیه اسرائیل، در همین سه ماه و خورده‌ای که از جنگ غزه میگذره حجم بازرگانیشون کم نشده برای اسرائیل، و بنابراین خب چرا کسی یقه اونو نمیگیره که مثلا چرا ایران به اونجا حمله نمیکنه، به کشتی اونجا حمله نمیکنه. به نظر من هدف ایران اولا قدرت نمایی بوده در منطقه، یک، ثانیا حلقه ضعیف، هرچند
من چند روز اخیر متوجه شدم، 2-3 روز اخیر، که 3 تا از موشکای ایران رو ضد موشکایی که همین توی شهر اربیل بوده اینا انداختن پایین و به هدف نخورده. یکی از مقامات امنیتی کردستان هدف یکی 2-3 تا از این موشکا بوده که موشک به هدف نخورده و چند تا آدم بیگناه از جمله شما شنیدم تو خبرها گفتین ژینای 11 این ماه آینده میشد 1 سالش و یک خدمتکار فیلیپینی و خود این آقای باز و بعد خانومش و 2 تا بچهش مجروح شدن و اینا این فاجعه رو به بار آورده. و ضمناً اینم بگم که عکس العملایی هم که داشته به نظر من برای ایران قابل پیش بینی نبود. مثلا آقای سودانی نخست وزیر خیلی سریع عکس العمل نشون داد، بعد مسئله رو به سازمان هم نخست وزیر عراق هم نخست وزیر کردستان در داووس که بودن حاضر نشدن با امیر عبداللهیان جلسه داشته باشن و تظاهرات زیادی در شهرهای کردستان، البته اون بخشی که به اصطلاح پارت دموکرات کردستان نفوذ داره یعنی اربیل و دهوک و اینا، تظاهرات علیه جمهوری اسلامی کردن و تحریم کالاهای ایرانی را هم دیروز شنیدم اینو تبلیغ کردن. آقای اسکندری، شما چه اطلاعات بیشتری دارید یا اینکه مطبوعات و رسانه های توی اقلیم کردستان چه چیزا نوشتن درباره این بازرگان معروف آقای پیشرو دزه‌ای؟ آیا جمهوری اسلامی واقعا هست، یعنی با دقیق این خونه رو نشونه گیری کرده بوده و ایشون های رابطه خاصی داشته مثلا با شرکت های غربی؟ مثلا از جمله اطلاعات منتشر شده که ایشون مثلا نفت اقلیم از طریق ایشون به اسرائیل فروخته می شده. شما چی می دونید؟ ببینید این، بله این مجموعه اطلاعاتیه که تیک تیکه هاش درسته، منتها سر هم که بذاری یه جوری دیگه ای نمایش پیدا میکنه. اینی که در نفت شرکت داشته، منتها نفت از یک لوله میره به بندر جیهان ترکیه، اتفاقا از بندر جیهان ترکیه این نفت میره برای اسرائیل و یه بخشی از این نفت میره و اینو سالها بود که این مسئله رو با حکومت اقلیم کردستان مطرح میکردن که شما در این نفت میفروشین به اسرائیل، اونا میگفتن نه ما نفت رو منتقل میکنیم به بندر جیهان ترکیه، شرکت های کنترکت که دارن اونجا تقسیم میکنن که اینقدر نفت کجا بره اینقدر نفت کجا بره، ما دخالتی در این قسمتش نداریم. این یک. دوم این که عده بسیار زیادی از سرمایه‌داران کرد، عرب و ملیت‌های دیگه که الان در این منطقه فعالیت میکنن به نحوی با این جریان نفت در این جریان نفت و فروشش سهیم بودن. به هر کدوم از اونها این اتهام رو بزنیم که همکاری شما با صدور این نفتی که یه بخشش میره به اسرائیل، این مثلا نتیجه اینه که شما با موساد همکاری کردین، همچی چیزی نیست. در این حال این و این جالبه، شاید خیلی از بینندگان و شنوندگان ایرانی این نمیدونن که در این حال در چیز از ماه آوریل گذشته صادرات نفت از کردستان به طرف ترکیه قطع شده، برای اینکه حکومت عراق میگه که شما اونطوری که لازمه شفافیت ما نمیبینیم، شما بخشی از این فروش رو برای خودتون نگه میدارین و تحویل نمیدین، در وارد بودجه عراق نمیشه. بنابراین همه اینا رو که کنار هم بذارین تصویر دیگه ای داریم. ولی یه چیز معلومه، اون جایی که هدف قرار گرفت و این سرمایه‌داری که هدف قرار گرفت نزدیک خانواده بارزانیه. من اولین بار یک که میبینم در همچین موردی خود مسعود بارزانی شخصا در تشییع جنازه شرکت کرد. از کنسولگری آمریکا خیلی دور نبود خونشون، این خونه و خونه اون مسئول سازمان امنیتی کردستان هم که ظاهرا اونم هدف بوده و موشک‌ها رو خنسا کردن، از اونجا هم دور نبوده. اینا رو که عرض کردم کنار هم بذارین، با اینکه جمهوری اسلامی خب براش مهم نبوده بچه کشته میشه، یه زن خدمتکار فیلیپینی 41 ساله کشته شده اونجا، 2 نفر دیگه مجروح شدن
پسر فکر کنم 21 سالشه که پاش قطع شده و و و. بنابراین مسئله اینجاست که شما همونطوری که عرض کردم میتونین سرمایه‌دارهای زیادی رو منتسب بکنین به اینکه به نوعی سرمایه گذاریشون به ارتباط پیدا میکنه، منتها این کجا و همکاری با موساد و داشتن موساد کجا. خود مقامات رسمی دولت عراق، عربها اومدن در اربیل و مشخصا گفتن که هیچ کار سیاسی نمی کرده، هیچ ارتباطی نداشته و صرفا یه بازرگان بوده. بله، متشکرم آقای اسفندی. آقای اسفندی، من پیش از این که به پیامدهای این موشکارانه بپردازیم، همراه میشیم با آقای هوشنگ حسین بور، جامعه شناس در لندن، که همین پرسش رو از ایشون هم بپرسم و اصلا نگاه و تحلیل ایشون رو راجع به این موشکبرانی جمهوری اسلامی به پاکستان و اقدامات تلافی جویانه پاکستان رو بپرسم که چگونه تحلیل میکنن. درود بر شما آقای حسین بور، خیلی خوش آمدید. سلام، خیلی خیلی ممنونم. من البته نبودم، اگر لطف کنین سوال مجددا بپرسین در واقع بله. خیلی ممنون. حتما آقای حسین بور، شما کل این عملیات شلیک موشک جمهوری اسلامی به هم اقلیم کردستان، به سوریه، خو ادعا کردن که مثلا داعش رو زدن، و بلوچستان و ادعا کردن اونجا مناطقی از گروه جیش العدل رو زدن که اونجا اسکان داشتن، شما کلن انگیزه جمهوری اسلامی رو چی میبینین؟ دوستی میگفت که روابط رژیم های ایران و پاکستان بسیار روابط درست پیچیده‌ایه، ولی روابط خوبی بوده، با هم خیلی روابط خوبی رو داشتن، و چگونه جمهوری اسلامی تصمیم گرفته موشک شلیک کنه و حریم پاکستان رو نقض بکنه؟ نگاه شما کلن به این موشکبرانی ها چگونه است؟ چگونه تحلیل میکنه؟ خیلی خیلی ممنونم. به نظرم مسئله همون جوری که خود جمهوری اسلامی مطرح کرد، مسئله واقعا نمایش قدرت به نحوی بود. البته این نمایش قدرت در یه به اصطلاح متن بحرانی که در خود ایران وجود داشت و در واقع مشکلاتی که اخیراً داشت، یعنی بعد از مثلا خود جنبش زن زندگی آزادی و در واقع مشکلاتی که هم در کردستان داشت و هم در بلوچستان، مثلا در بلوچستان به طور مشخص میشه گفت که در واقع رژیم به نحوی به شدت تضعیف شده و عملا درگیری های هر روز درگیری به چوب داره در اونجا، و اینه که به نظرم در واقع جمهوری اسلامی میخواست نمایش قدرت رو در چنین شرایطی در واقع عملی کنه، با توجه به این که حملات بسیار زیادی از طرف اسرائیل شده بود، از طرف آمریکا و انگلیس شده بود، بسیاری از افرادی که به نحوی در واقع به اصطلاح اون چیای نمایندگی نیابتی داشتن از ایران به نظرم در واقع کشته شده بودند، و این یک حملاتی که به یمن شد، و اینه که به نظرم در واقع جمهوری اسلامی در تلاش این بود که بگه که ما هم در واقع قدرت لازم رو داریم و تمام این نیروهایی که ما در واقع حمله می کنیم به نحوی نیروهای نیابتی شما، یعنی اگر شما در واقع نیروهای نیابتی ما رو در واقع می زنید، ما هم قادریم، یعنی قدرت شد داریم، نمایش هم میدیم، میتونیم اینها رو در واقع بزنیم. به نظرم این حملات در این چارچوب انجام گرفت، ولی در واقع این در بلوچستان به طور مشخص در واقع خب دشوار آدم بگه، ولی در واقع نیروها به نحوی پاکستان و ایران روابط حسنه به نظرم در واقع روابط دو دولت داشتن، در واقع روابط حسنه به اون مفهوم در واقع هرگز وجود نداشته بین ایران و پاکستان، یعنی اینه که همیشه در واقع با هم سازش کردن، به نحوی بعد از اون یه سری درگیری های وجود اومده، و اینه که نیروهای همدیگه رو به شکل نیابتی به نحوی حمایت کردن،
یعنی اینه که جندالله یا که اصلا قبل از جندالله بعدش هم در واقع جیش عدل به نحوی، البته نمیشه گفت کاملا، ولی در واقع رفت آمد میکردن، به نحوی در واقع در اون سوی مرز در واقع فعال بودن. ولی این که در واقع بگیم کاملا در واقع دستگاه امنیتی پاکستان از اونها حمایت میکرد یا چه مشکل بشه اینجوری نظر داد، ولی در واقع رفت آمد داشتن. در این حال در واقع بعضی از نیروهای ناسیونالیستی در که در پاکستان فعالاً به نحوی به همین شکل رفت آمد داشتن و بعضی از اینها در واقع گفته میشد قبلا که در واقع به نحوی نیروهای امنیتی در ایران ازشون حمایت میکنه به نحوی. و اینه که همون چیزی است که ما در زمان شاه در رابطه با کردستان میدیدیم، میگن که همچین حالتی وجود داره در ارتباط با بعضی از نیروها در نیروهای به اصطلاح ناسیونالیست بلوچ در ایران. و اینه که حملاتی هم که شد، حملات تعجب میکنیم البته از این که چجوره این حملات به نحو نسبتا دقیقی اجرا شده بود، یعنی به این دلیل که خود در واقع جیش عدل در واقع در یه اعلامیه به سراس مطرح کرده بود که نیروهاش در اونجا در واقع خونه هایی که اینها زندگی می کردن در واقع مورد حمله قرار گرفته بود، زن و بچه ها کشته شدن، ولی بعضی از نیروهای خود جیش العدل هم کشته شده بودن. و همین وضع دقیقا در رابطه با نیروهای به سراس ناسیونالیست پاکستان مطرح بود، یعنی این که در اونها هم اعلام کردن که زن و بچه های زیادی هم کشته شدن، ولی بعضی از اعضای اونها هم در همون حملات کشته شدن. یعنی اینه که این در واقع خب بعضی میگن که این احتمالاً یه نوع توافقه یا به نحوی آنها اطلاع داشتن از همه اینها و همدیگه رو اطلاع داده بودن و حمله کردن، و بعضی ها میگن که خب ممکنه در واقع چون این چیزی نباشه، ولی اینه که هر دو نیرو به نحوی به صورت نیابتی از دو جانب مورد به اصطلاح حمایت قرار میگرفتن. یعنی این وضعیتی است که واقعا وجود داره. در الان میبینید که تعداد بسیار زیادی از زن و بچه و در واقع متعددی چند نفر دیگه که میگویند در رابطه با خود اون نیروها به اصطلاح ناسیونالیست های پاکستانی بودن کشته شدن، واقعا متعددی در رابطه با جیش عدل هم به همین شکل در خود خاک پاکستان. الو نمیشنوم. صدای منو نمیشنوی؟ خوبه. بله داره. الان میشنوی؟ بله. بله. میگم ما اطلاعات زیادی راجع به گروه های بلوچ نداریم. پاکستان ادعا کرده که مرکزی رو که زده جبهه آزادی بخش بلوچ اونجا بوده، سرمچاران اونجا بودن و اونها رو کشته. این جبهه آزادی بخش بلوچ چه جبهه ایست؟ ببینید در کردستان گروه های مختلف کردی در کشورهای مختلف ترکیه، ایران، عراق، مخصوص ایران و عراق، این گروه های کردیش حالا بعدا آقای اسکندری میتونم بگم ارتباطات گسترده‌ای با هم دارن، در این حال که متعلق به دو کشورن. آیا در بلوچستان مثلا ارتباطی بین جبهه آزادی بخش بلوچ با جیش العدل وجود داره یا به طور کلی اساسا به لحاظ ایدئولوژیکی اینا از هم جدا هستن؟ بذارید اطلاعاتی از نیروهای سرمچار و جبهه آزادی بخش بلوچ بدیم. والا نیرو سرمچار به معنی فدایی است، یعنی همون چیزی که در واقع متوجه به طور کلی، یعنی سرمچار در واقع خودش یه تشکیلات نیست بلکه افرادی که در اون تشکیلات مبارزه میکنن بهشون میگن سرمچار. سرمچار یعنی فدایی. و اینه که این نیروهایی که در پاکستان هستن اکثرا اونهایی که در واقع به حملات مسلحانه معتقدن و در واقع در این رابطه دارن حمله میکنن، اینها نیروهای ناسیونالیستی استقلال طلبند. یعنی همه اینها در واقع نیروهای استقلال طلبند و عملا در واقع میشه گفت که همشون در واقع علارغم خصلت به اصطلاح ساختار اجتماعیشون معمولا در سکولرن
و در این حال معتقدند که تنها و تنها از طریق به اصطلاح مبارزه مسلحانه میتونن در واقع یک بلوچستان مستقل ایجاد بکنن. اینها چندین نیرو هستند، بعضی ها قدیمی ترند، بعضی ها جدید ترند، بعضی ها در واقع ارتباط مشخصی و بعدی از قبایل قبلا داشتن، هرچند این یه مدادی در واقع کمرنگ تر شده، و بعضی ها هم در واقع تغییر کردن، یعنی بعضی ها در واقع به هم متصل شدن. الان شما در واقع نیروهای داریم به نام جنبش ارتش آزادی بخش بلوچستان، یا مثلا بالفعل قبلا یک چنین ارتش جمهوری خواه بلوچستان یا جبهه آزادی بخش بلوچستان، یا اینها نیروهای متفاوتی هستند که در اونجا فعالیت داشتن، و بعضی از اینها البته معتقدند که در ایران هستند، بعضی ها در واقع رفت آمد دارند به نحوی، و بعضی ها معتقدند که در واقع در ایران با ایران هیچ رابطه ای ندارند. اینها با جیش العدل یا در واقع جیش العدل کاملا متفاوتن. جیش العدل در واقع یه نیروی مذهبی و جهادی هست و در واقع معتقد به چیهای دسته حکومت اسلامی هست به نحوی، البته جدایی طلب نیستن، یعنی لااقل صریحا به هیچ وجه اعلام نکردن که در واقع جدایی طلبن، یعنی بیشتر در واقع به امت، به اسلام، به متوجه این که ایران در واقع میتونه یک کشور اسلامی باشه ولی نیست، و بنابراین تفاوت اساسی دارن از نظر ایدئولوژیکی با گروه های ناسیونالیست پاکستان. اونها در واقع حتی در مواردی گزارش شده بود قبلا که خود نیروهای ناسیونالیست پاکستان که در واقع رفت آمد می کنن به ایران و اون طرف مرز هم در واقع نفوذ دارن، در واقع حمله کرده بودن به جیش العدل و چند تن از اعضای جیش العدل کشته شده بودن، و جیش العدل بعد از اون در واقع اخطار داد که چنان چچونی حملاتی صورت بگیره ما در واقع پاسخ خواهیم داد و افرادی از شما را خواهیم کشت. متشکر آقای هوشنگ حسین بود. و برگردیم به آقای اسکندری. آقای اسکندری، خب حالا این تنشی که ایجاد شده فکر میکنید کنترل میشه و تنش کمتر میشه، یا کلن این تنش گسترش پیدا میکنه؟ ببینید بعضی از عملیاتی که در منطقه صورت میگیره، الان هم خب تقریبا خاورمیانه شده جنگ همه با همه، همه با هم، ولی مثلا حملات مداوم ارتش ترکیه به روژاوا زیاد باستا پیدا نمیکنه، اونجا مرتبا ویرانی بار میاره. پیامد این موشک پراکنی ها، فرانی ها، از نظر شما چه خواهد بود؟ آیا میتونن کنترل بکنن یا گسترش بدن؟ ببینید، اولا خیلی ممنون مسئله روژاوا رو مطرح کردین، برای اینکه اتفاقا این به دلیل اینکه ترکیه یه طرف قضیه هست و ترکیه الان در این موقعیت ژئوستراتژیک قرار گرفته که در حقیقت میتونه خیلی از سیاست های خودش رو تحمیل بکنه هم به روسیه، هم به آمریکا و به ناتو به طور مشخص، و خب رسانه‌های غربی هم دوست ندارن فشار بیارن به ترکیه، مشخصا در همین سوئدی که ما هستیم به دلیل اینکه سوئد میخواد بره توی ناتو، چه سازشکاری‌هایی که نکردن با اردوغان و با دولت ترکیه. این مسئله متاسفانه راست میگین شما، حملات بسیار زیادی بوده و کارهایی که اسرائیل در غزه میکنه بخشیش رو، خیلی کم البته، برای اینکه ابعاد فاجعه در غزه بسیار بزرگ است، بخشی از این رو ترکیه داره در مورد مردم روژاوا انجام میده. منتها چرا اینجوری میشه؟ به نظر من علارغم اینکه سیاستمدارهای پشت پرده نشستن و هدایت ارتش رو، حالا هدایت رو بوده دارن، ولی خیلی زجار اشتباه میشن. فراموش نکنیم که جنگ جهانی اول با یه گلوله سراییوو شروع شد، بنابراین اینطوری نیست که قرار باشه جنگی درگیر بشه و ابعاد بزرگی پیدا بکنه همه چیز کنترل شده است. ای بسا
یه جرقه یه جایی زده بشه و از اوضاع از کنترل خارج بشه. تا همین جاش به نظر من ایران ضرر کرده، جمهوری اسلامی. اولا در رابطه پاکستان آقای حسین برد جزئیاتش رو گفتن، منتها به نظر من خیلی بعیده که آدم فکرش رو بکنه. من اصلا نمیتونم تصور بکنم که هم چیزی مورد توافق بوده، به خصوص با توجه به جنس سازمانی که آقای حسین برد توضیح دادن، سازمان های بلوچ این ور اون ور مرد، و با توجه به ساختار بسیار ناسیونالیستی ارتش در درون پاکستان اونجا که نمیشه. منتها در مورد مشخص عراق و کردستان، ایران اونجا هم دچار اشتباه شده. خیلی وقتا بود که وزیر خارجه آمریکا حاضر نبود مثلا با مقامات، مگر اینکه به عراق بیاد، خیلی به مقامات کردستان عراق نزدیک نمیشد، در صورت که به دلیل این اتفاقی که افتاد در داووس انتونی بلینکن با مسرور بارزانی نخست وزیر اونجا صحبت کرد، حالا کوتاه هم بود، هم مقامات دیگه آمریکایی که اونجا بودن. این یکی اینکه هم از کنگره آمریکا هم از کشورهای اروپا حمایت‌های زیادی رو به کردستان انجام شد، و علاوه بر این جامعه عرب هم شکایت کردن، اطلاعیه دادن، جامعه عرب اقدام جمهوری اسلامی رو یک اقدام دوش توصیف کردن، و این خیلی سنگینه برای جمهوری اسلامی که نمیخواد در مورد به اصطلاح جامعه در مقابل جامعه عرب قرار بگیره. از طرف دیگه حتی محافل ناسیونالیستی در عراق هم یه مقدار شروع کردن به امتیاز دادن، و مذاکراتی بین حکومت اقلیم کردستان و دولت عراق در بغداد به بنبست رسیده بود. اتفاقا بعد از این حمله ایران این باز شده، گره ها داره باز میشه و رابط داره یکم بهتر میشه. و یک عامل دیگه‌ای که به نظر من اینجا برجسته شده و به ضرر جمهوری اسلامی بوده، عامل ناسیونالیسم عربی در عراق هست. این ناسیونالیسم عربی رو در عراق الان صحبت، به خصوص مسئله پاکستان که پیش اومد، گفتن چرا پاکستان سریعا و فورا عکس العمل نشون داد، چرا اینجا ایران هر کاری دلش میخواد میکنه. البته اونا یه مشکل دیگه ای دارن، برای اینکه ترکیه هم هر کاری دلش میخواد میکنه در مرزهای خودش با کردستان، و کسی جوابش نمیده. بنابراین ما در شرایطی هستیم که ایران با عربستان نزدیک شده بود، و الان هم میبینیم که عربستان با احتیاط با مسئله حوثی ها و این اتفاقی که با آمریکا درست میکنه نزدیک میشه، احتیاط میکنه. چین شده عامل فوراً وارد مسئله شد و بین پاکستان و ایران شروع کرد به رایزنی کردن، و همونطور که اوایل صحبت هم عرض کردم، به نظر من داره ما با یه شکل تازه‌ای در سیاست بین المللی و منطقه‌ای روبرو هستیم. ما دیگه اون آمریکایی رو قدر قدرت رو نداریم، یا آمریکایی که الان جو بایدن با احتیاط زیادی قدم برمی‌داره، به احتمال زیاد ترامپ سر کار میاد. دونن سال انتخابات سال سیاست ضعیف دولت مرکزی آمریکاست. بنابراین آمریکا از این طرف جنگ اوکراین هم داریم، جنگ غزه هم که اصلا دنیا رو زیر و رو کرده، و کشورهای عربی متوجه شدن که اون آمریکا نیست. بنابراین عربستان دیگه اونم دنبال جاپای محکمتری در منطقه میگرده، و بنابراین فکر میکنه که بهتره با جمهوری اسلامی کنار بیاد، در این حالی که رابطم با آمریکا و چین و روسیه و کشورهای دیگه حفظ بکنم، تا اینکه به عنوان نوکر آمریکا در منطقه شناخته بشه. کل اینا رو دور هم بذارین، به اضافه تحولات داخلی ایران، فضای انقلابی که در ایران هست، بعد احتمال مرگ خامنه ای و حالا سناریوهایی که برای بعد از خامنه ای مطرح میشه، همه اینا رو در کنار هم بذارین، نوعی نمیگم آشفتگی ولی نوعی ناهماهنگی در دستگاه تصمیم گیری رهبری سیاسی و نظامی در ایران روبرو هستین، که اینو قدرت های منطقه‌ای و قدرت های محلی میتونن ازش استفاده بکنن. به نظر من، علارغم من اطلاع ندارم، اینو تحلیلا میگم، به نظر من ایران به هیچ وجه انتظار ضد حمله از طرف پاکستان رو نداشت. فکر میکرد
وزیر صحبت کردن، این اتفاق نمیفته و دیدیم که این اتفاق افتاد. و همونطور که عرض کردم، حتی در خود اربیل هم با وجود اینکه بسیار ضعیف هستن، موشکای ایران رو چند تاشو زدن. متشکرم آقای اسکندری. آقای حسین، با شما نظرتون چیه؟ پیامدهای این موشکپرانی ها، این که آیا کنترل میشه و یا گسترش پیدا میکنه و جنبه های مختلفی داره این پیامدها؟ یعنی در چون بعضی ها اساسا میگن که این موشکپرانی های جمهوری اسلامی بیشتر مصرف داخلی داشته تا خارجی. خیلی خیلی ممنونم. بذارم نکات جالبی رو آقای اسکندری مطرح کردن. البته خب یه نکته رو من در اینجا تصحیح کنم که من نظرم این نبود که در واقع دوتا رژیم پاکستان و ایران در این رابطه توافق کردن و در واقع حملاتشون به صورت حساب شده و به اصطلاح با توافق انجام شده. گفتم که چنین نظراتی هست، ولی خود من هم معتقدم که در واقع چنین چیزی صحیح نیست و اینه که ایران با توجه به اون وضعیتی که در کل منطقه بود، با توجه به اون وضعیتی که در واقع باش روبرو بود، این در واقع متوجه برای نمایش قدرت دست به این عمل زد به پاکستان و دقیقاً به نظرم همون جوری که آقای اسکندری بازم مطرح کرد و انتظار اینو نداشت که پاکستان در واقع واکنش نشون بده. در واقع این که در عراق یا در سوریه کاملا متفاوت بود، به دلیل اینکه خود ایران در اونجا پایگاه داشت، خود ایران در واقع نیروهای نیابتی وسیع داشت و عملا در واقع امکان حمله در اون دو کشور براش راحت بود. ولی در پاکستان به نظرم در واقع اشتباه بسیار در واقع فاحشی صورت گرفت از جانب ایران، به دلیل اینکه تصور میکرد که پاکستان واقعا توانایی لازم رو نداره، در حالی که ما میدونیم که پاکستان در واقع یکی از بزرگترین ارتشهای جهان داره. پاکستان در واقع متوجه نیروی یک کشور به اصطلاح مجهز به سلاح اتمی هست و اینه که پاکستان عملا نیاز به چنین پاسخی داره، چون ارتش اساس و هسته اصلا کلا وجود پاکستانی. در پاکستان در واقع در سیستم سیاسیش بسیار پراکنده است، ولی در سطح به اصطلاح نظامی بسیار متمرکزه. یعنی اینه که تصمیمای اساسی که در پاکستان گرفته میشه اینه که ارتش در واقع باید اون اقتدارش رو نشون بده. از طرف دیگه با هند درگیره و در اون طرف در واقع به هند هم در واقع میخواد پیام بده که ما در تمام مرزهامون توانایی لازم رو برای مقابله داریم. یعنی اینه که پاکستان به نظر من در واقع موقعیتی رو در واقع از این استفاده کرد اتفاقا که به ایران بگه که ما توانایی رو داریم که هر جایی که در واقع لازم باشه در خاک ایران هم حمله خواهیم کرد. یعنی این امکان شو هم داری. یعنی اینه که به نظرم این پیامی بود به ایران و ایران عملا در واقع بعد از حمله در سپاه پاسداران به نظرم تا در واقع طول کشید تا این که اومد گفت که متوجه به نحوی اینو سرهم آورد و به نحوی ما برادریم و غیره. یعنی اینه که نشون میده که متوجه در اینجا با مشکل زیادی روبرو شد تا امکان توجیه هم وجود نداشت براش متوجه در رابطه با پاکستان. و این که چه خواهد شد بعد از این، من فکر میکنم خب یه مداری امکان یه نوسازش وجود داره. چین قبلا در واقع با ایران و پاکستان و یه جلسه ای داشتن یه در واقع حدود یه ماه قبل و اینه که چین صریحا به دو کشور به نحوی دیکته کرده بود که شما در واقع ما سرمایه گذاری های کلانی که در ساحل داریم در مناطق ساحلی بلوچستان پاکستان و بلوچستان ایران در هر دو جاش در واقع نیاز به امنیت داره و این که نیروهای به اصطلاح ناسیونالیستی و نیروهای به اصطلاح اسلامی یا هر نیرویی که باشه در اون منطقه فعالیت کنه عملا در واقع ایجاد خطر میکنه برای به اصطلاح سرمایه گذاری های چین در منطقه. و اینه که چین از قبل در واقع در تلاش بود که این دو کشور رو به هم نزدیک کنه که همکاری های امنیتی داشته باشن و اینه که در بسیاری از روزنامه های پاکستان در این رابطه نوشته بودن. یعنی که این که چگونه ممکنه چون این به اصطلاح توافقی صورت بگیره
که این توافق عملا در واقع امکانش نیست به راحتی، به دلیل اینکه این دو کشور به هم اعتماد ندارن. یعنی الان اگر این درگیری ها در واقع به نحوی ادامه پیدا کنه، جنگ های شیعه سنی در پاکستان به احتمال زیاد گسترش پیدا میکنه. همون زمانی که در واقع خمینی تلاش کرد که در واقع برای صدور انقلاب در واقع شیعایی رو در پاکستان سازمان بده، این به درگیری های بسیار وسیعی منجر شد در پاکستان. یعنی در سالهای اوائل 1980 در واقع این سالهای سال در واقع درگیری بود در اونجا، کشت و کشتار بین شیعه سنی و نیروهای در واقع به اصطلاح رادیکال سنی هم تا حدود زیادی از این وضعیت استفاده کردند و این نیروهای رادیکال سنی در پاکستان الان هم به فشار میارن به پاکستان که حتی پاسخ خیلی چتر بده، یعنی شدیدتر بده به ایران. یعنی این در واقع کلی تظاهرات شده و اینه که به نظر من در واقع اینه که ایران به احتمال زیاد در واقع در تلاشه که به نحوی سازش بشه. پاکستان هم این کارو میکنه، ولی احتمال زیاد پاکستان هم در واقع یک سری امتیازات خواهد گرفت از ایران و اینکه دوتایی در واقع تا حدودی فشار بیارن به این نیروها، نیروهای ناسیونالیستی در درون پاکستان یا نیروهای مثل جیش عد یا که انصار الفرقان که در واقع متوجه در اون مرزها رفت و آمد میکنن و در واقع که اینها رو محدود کنن و حتی افرادی رو دستگیر کنن و به نحوی تحویل بدن. ولی به نظر من در واقع این کوتاه مدت خواهد بود در این منطقه و این نیروها، نیروهایی که به اسلامی یا جهادی که در ایران فعالند، عملا اینها در واقع تنها به پاکستان در واقع چی ندارن، در واقع با افغانستان هم ارتباط دارن و در اونجا هم رفت آمد میکنن. از نظر کلی به نظر من شرایطی وجود داره که الان ایران به هر حال در واقع در تلاشه که از موقعیتی که در غزه هست، از موقعیتی که به اصطلاح همون مشکلاتی که در واقع خود آمریکا یا خود اروپا با اینها روبروست با توجه به جنگ غزه، به نظر من استفاده کنه و این استفاده ای که میکنه به نظر من در واقع تا حالا چندان موفقیت آمیز نبوده، به دلیل این که اصلا کلا از جانب غزه یا به اصطلاح خود حماس اینها حتی مورد سوال قرار گرفته، حتی از جانب خود حزب الله هم به نحوی مورد سوال قرار گرفته، به دلیل این که نتونسته عملا در واقع به حمایت جدی از اونها بکنه. و اینه که من تصورم اینه که در واقع خود ایران در موقعیت خیلی ضعیف قرار داره و یکی شاید حملاتی که در واقع شد به سوریه، به کردستان یا از این طرف به پاکستان، اینها به نظرم در واقع به نحوی در واقع جبران کردن یا پوشوندن اون ضعفی بود که خود ایران با اون روبرو شد. ولی در این حال به نظرم در آینده چه خواهد شد، من تصورم اینه که این نیروها حتی بیشتر رشد خواهند کرد. یعنی این نیروهایی که لااقل در رابطه با پاکستان مطرح میکنند، به دلیل این که اصلا کلا در واقع این دو کشور هرگز نتونستن یه رابطه بسیار حسنه و خوبی رو داشته باشن که در واقع جلوگیری کنن از این نیروهایی که به اصطلاح در نیروهایی که میتونن ازشون به عنوان نیروهای نیابتی استفاده کنن و اینه که اینها به نظرم در آینده احتمالا رشد خواهند کرد. متشکر آقای حسین بور. در پایان اگر نکته ای هست که میخواید مطرح بکنید آقای اسکندری و آقای حسین بور، هر جفت شما یکم کوتاه‌تر بفرمایید. میخوای من؟ بله آقای اسکندری. به نظر من ایران در هم در لحاظ محلی در کردستان هم و عراق، هم در به لحاظ منطقه‌ای دوچاری اشتباه محاسبه شد. شاید شنوندگان شما ندونن که به دست کشتن قاسم سلیمانی در همین اربیل و در سلیمانیه مراسم یادبودی پیدا برگزار شد از طرف کنسولگری ایران و مقامات بالای حزبی هر دو حزب بزرگ و احزاب دیگه شرکت کردند. حالا شما چند روز بعد از اینکه عده اومدن و از قاسم سلیمانی تذلیل کردن، با موشک برین و بزنین از نزدیکترین دوستاشون و اینجایی هم که زد حقیقت یکی از به اصطلاح محل‌های
پذیرش میهمانان مسعود بارزانی دور نیست، اینو زدن خیلی جای سوال داره. این یعنی باعث شده، به نظر من این باعث شده که دشمنی زیادی الان در درون کردستان عراق نسبت به جمهوری اسلامی پیدا شده، حالا علارغم فشارهایی که با وجود فشارهایی که قبلا نیروهای اپوزیسیون کرد ایرانی، این از یه طرف. از طرف منطقه‌ای و بین المللیش هم به نظر من جمهوری اسلامی خیشتنداری و اینی که تلاش آمریکا برای اینکه تنش بیشتر نشه رو به عنوان ضعف قبول میکنه، وگرنه شما یه موشک رو، البته ایران توانایی داره 1200، حالا بعضی هم میگن 1400 کیلومتر دور بوده از خوزستان این موشک رو به سوریه، خب پیامی هست به سوریه، به اسرائیل که اینو میتونیم یه خورده اونورتر بزنیم، ولی اونجا هم جای عجیبی رو نزده، یه خونه ای زده که اتفاقا داعش نبوده، جریانات دیگه‌ای بودن که با دشمن داعش هم هستن. بنابراین من یه نوع آشفتگی در سیاست جمهوری اسلامی می‌بینم و امیدوارم جنبش انقلابی دوباره سر بلند بکنه در ایران و با این فشارها و با این که هست این رژیم رو هرچی بیشتر به طرف سرنگونی ببره. متشکرم آقای صندری. آقای حسین‌بار، سخن پایانی شما رو بشنویم. خیلی ممنون، در واقع پیام من و آقای اسکندری در واقع دادن. به هر حال من هم امیدوارم که واقعا جنبش انقلابی در ایران مجددا از این شرایط استفاده کنه و در واقع ایران در واقع در تلاشه که به نحوی مشروعیتی رو که در واقع به شدت از دست داده در واقع به نحوی جبران کنه و تمام این حملات به نحوی در این رابطه هست. اون چیزی که در کرمان اتفاق افتاد در واقع، خب من نمیخوام در واقع اینو به صورت یه توری توطئه توضیح بدم، ولی من تصور میکنم این خود به خود نشوندنده یه ضعف خود ایران هست، به دلیل این که در واقع در این کشور در واقع به اصطلاح خود داعش میتونه در اونجا فعالیت بکنه و داعش میتونه متوجه بیش از 90 نفر رو در کرمان بکشه و در واقع اینه که در حملاتی هم که به بلوچستان پاکستان کرد، حملاتی که به کردستان کرد و حملاتی به سوریه کرد، هیچ کدومشون به نظر من در این جهت در واقع نخواهد رفت که به ایران مشروعیت بده و اینه که مردم هم در واقع به نحوی در واقع این حملات رو در واقع به نوعی یه نوع توطئه از جانب خود جمهوری اسلامی میبینن که میخواد در واقع در تلاشه که مشروعیتش رو در واقع دوباره به دست بیاره به نحوی قبل مثل قبل از دوران جنبش زن زندگی آزادی. و من تصور میکنم در بلوچستان یا کردستان و هر نقطه ایران احیانا این حملات نمیتونه چندان در واقع برای ایران یه نوع سرمایه باشه که بتونه خودشو توجیه کنه. سپاسگزارم از حضورتون، برای شما عرض معذرت دارم، تا دیداری دیگر ممنون. خیلی خیلی ممنونم.